خیلی جالبه. سپاسگزارم از اینکه شما عزیزان تشریف آوردید و وقت گذاشتید. من قرار نبود که صحبت کنم، ولی میخوام از خاطرات خودم بگم به خاطر اتفاقاتی که برام افتاده. به هر حال فکر میکنم این بخشی رو که من میخوام بگم گفته نشده. ستاره خیلی عالی، خیلی زیبا تمام جوانب رو گفت، تمام انواع خشونت ها رو از لایه های زیرین تا برسه به همه جا گفت، ولی من میخوام یک اشاره کوچیک بکنم به اون اتفاقی که برای خودم افتاد. زمانی که فرزندان من رو دستگیر کردن و درون زندان بودن، مثل هر مادر دیگری، خصوصا شبها که میشد وقتی میخواستم برم تو رخت خواب، یادم میومد چه اتفاقی افتاده و تازه گریم میگرفت، میخواستم گریه کنم. بعد ما خونمون طوری بود که به صورت آپارتمان بود، طبقه بالای ما، بالای سر ما دو خانواده دیگر زندگی میکردن، یعنی دو طبقه دیگه بودن، و من نمیتونستم اون درد خودم رو بریزم بیرون به عنوان یک گریه ساده و معمولی، دل خودم رو خالی کنم به خاطر اتفاقی که برام افتاده. و هر وقتم میخواستم گریه کنم مجبور بودم توی بالش گریه کنم و صدام رو میدادم توی بالش به خاطر اینکه همسایه اون صدا رو نشنوه و اذیت نشه. یه روز یکی از دوستان به من گفت که یک امامزاده همینجا توی شهر اصفهان هست که برادر امام رضاست و بیا بریم اونجا. هم این که شما اگر اونجا بری و با تمام وجودت گریه بکنی و دلت بشکنه، این نکته خیلی جالبه که دلت بشکنه و اونجا گریه بکنی، حتما آرزوت برآورده میشه. و من هم مثل هر مادر دیگری امید بستم به این جریان و رفتم اونجا. وقتی رفتم اونجا احساس کردم که یک مکانی رو پیدا کردم که دیگه بدون اینکه بخوام توی بالش گریه کنم میتونم راحت گریه کنم و حرفمو بزنم. اونجا رو به عنوان یک مکان دیدم که بتونم صدام رو بلند کنم. گفتم خب دیگه میگن اینجاست که شما میتونی دعا کنی، ناله کنی، زاری کنی. هیچ وقت یادم نمیره وقتی که اونجا داشتم گریه میکردم با تمام وجودم و حتی نمیتونستم بگم چی ازت میخوام، فقط گریه میکردم، یه خانم اومد زد رو شونم گفت عزیزم دلت شکست، داری اینقدر خوب گریه میکنی، حتما آرزوت برآورده میشه، التماس دعا، منم دعا کنم. این رو که گفت نتونستم خودمو بگیرم، میدونم فقط فریاد زدم، داد زدم، احساس کردم کمرم داره میشکنه. وقتی که فریاد زدم دیدم یک خانمی از اون طرف اومد به عنوان متولی اون امامزاده، زد روشونم گفت که خانم صداتو بلند نکن، اون طرف آقایون هستند. تمام اون چیزی که به عنوان امید، به عنوان خدا، به عنوان یک خاص در تمام وجودم ریشه کرده بود و رفته بودم اونجا، فرو ریخت و شکست. گفت آقایون اون طرف هستن. من نمیدونم چرا باید من زن، من مادر، گریه ام باعث تحریک آقایون بشه. متاسفم آقایون اینجا حضور دارن، متاسفم اگه اینو بگم، اون آقایون چقدر ضعیفن که با گریه یک زن، با ناله یک زن، با زجه یک زن میخوان تحریک بشن تو خونه‌ای که خودشون میگن خونه خداست. میگه صداتو بیار پایین، یواش گریه بکن که مردای اون طرف میشنون، درست نیست.
میخوام بهتون بگم که تا کجاهای زندگی ما این خشونت نفوذ کرده، تا دعاهای ما و تا گریه های ما نفوذ کرده. یادم میاد، البته این مثال هایی که میزنم طی این 35 سال بوده، یادم یه روزی ما رو به اتوبوس و ماشین شخصی تشبیه کردن. یکی از این آقایانشون اومد گفت که میدونید چیه حجاب؟ شما اگر یه اتوبوس عمومی داشته باشی، میری همون کنار خیابون پارکش میکنی، هیچ وقت چادر روش نمیکشی، چیزی روش نمیکشی، چون عمومیه. ولی ماشین شخصیت رو میری روش چادر میکشی، مواظبش خط نخوره، خش نخوره، خاک نخوره. ما زنها رو به ابزاری مثل ماشین و اتوبوس تشبیه کردم. یه روز دیگه که همین چند سال پیش باشه، ما رو به آجیل و پسته تشبیه کردن. گفتن که اگر زنا مثل پسته باز باشن، یعنی بدون حجاب باشن، باز باشن، رو باز باشن، مثل پسته خندانن و همه دلشون میخواد ازش بخورن، ولی پسته دهن بسته رو کسی نمیخواد بخوره. میخوام بگم که جمهوری اسلامی، ببینید ما زنها رو به چه چیزهایی تشبیه کرده. یک بار به ابزاری مثل ماشین و اتوبوس، ماشین شخصی و اتوبوس، یک بار به آجیل، آخرین بارش که همین توی اصفهان باشه، امام جمعه میگه که فرمان نبرند گاو و خر تا نباشد چوب تر. یعنی ما زنها رو حتی به حیوان هم تشبیه کردن. من بیشتر از این وقتتون رو نمیگیرم، فقط این نکاتی رو که به هر حال با عنوان خاطره بود خواستم خدمت شما عزیزان ارائه بدم. صدف، از من سوال داری عزیزم، بفرمایید. واقعا قضیه از زمان پیش از بدون آمدن یک بچه حتی میتونه شروع میشه و چه بار وحشتناک سنگینیه به دوش فردی که دختر بدون آمد و چه کنه؟ یعنی یک نظام طبیعی باعث دختر شدن اون بچه شده و این بچه الان دختره. آقای فتی در نگاه همه ما واقعا سنگینه بگم با عنوان یک فرد سوپر رادیکال، سوپر واقعا جلوتر از زمان خودشون واقعا شناخته شده است. میخواستم از شما خواهش کنم اون خاطره‌ای که بعد از به دنیا آوردن دختری که مطرح شد، بچه اولیتون بود، توی جنوب ایران بودی، بچه دختر شده بود و تو ماشین من یادم که میگفتین که صحبتی شد، اگر لطف کنید رو با والا بیشتر از هر چیزی فکر میکنم مادر من و مادر بیژن، شایدم مادر من بیشتر، از وقتی دخترم تولد شد ناراحت شد خیلی، یعنی احساس کرد که مثلا الان دیگه کاخ پادشاهی بیژن و منوش بدون وارث خواهد موند توی فرزند اول. مادرم و مادرشوهرم هر دو با هم تب کردن، یک هفته افتادن تو رخت خواب، چون فرزند اول من دختر بود. ولی خب من از اونا اصلا ناراحت نیستم، اما به خاطر اون نگاه زن ستیز، به خاطر اینکه یه مطلب داره سوزان هی که میگه ما همه قربانیان گذشته هستیم. مادران ما هم اگر به خاطر تولد دخترها ناراحت میشدن، به خاطر اون فشار و ناراحتی هایی که روی خودشون بود. ولی وقتی که من وقتی که اون صحنه رو دیدم، بعد که داشتیم می اومدیم تو راه بودیم، نمیدونم بیه احساس کردم که شاید یک گناه مرتکب شدم با عنوان اینکه مثلا بچم دختره. ولی تو نشستم تو ماشین کنار دست و بغل دست بیژن، دیدم بیژن در اومد و ببینم 15 تای بعدی دخترای ما هم شکل همین هستن یا نه. نمیدونم چرا، ولی ما یه دختر بیشتر نداشتیم. و فقط این رو بگم خدمت عزیزان،
مثل هر زن دیگری، مثل هر دختر دیگری، من هم توی تمام آسیب هایی که زنان و دختران خانواده ها دیدن، من هم به نوعی سهم داشتم و حتی زیاد هم داشتم و جاش نیست که الان بخوام تکرار کنم بگم، خیلی زیاده، شاید یه روز اینا رو بنویسم. ولی تنها کسی که در زندگی به من هویت داد به یک به عنوان یک زن، زمانی که فهمیدم به عنوان یک زن ارزش دارم و میتونم برای خودم یک هویت داشته باشم و یک خواسته انسانی داشته باشم، تنها کسی که تونست این هویت رو به من بده خانوادم نبود، متاسفم که این رو بگم، ولی بیژن این کار رو کرد.